به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. عقب نشینی سیاسیون افغانستان از طرح حکومت موقت، مشاور ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید که شمار از سیاسیون که طرفدار حکومت موقت در جریان مذاکرات صلح بودند زیر فشار افکار عمومی از این موقفشان عقب نشینی کردند. به گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها وحید عمر مشاور ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید که شمار از سیاسیون که طرفدار حکومت موقت در جریان مذاکرات صلح بودند زیر فشار افکار عمومی از این موقفشان عقب نشینی کردند. عمر امروز چهارشنبه اول دلف در یک نشست خبری در کابل گفت که سیاسیون که خواستار ایجاد حکومت موقت بودند تحت فشار افکار عامه به این نتیجه رسیدند که حکومت موقت به معنای فروپاشی نظام است. به گفته وی چند روز قبل یک بحث از طرف یک تعداد سیاسیون در فضای عامه به وجود آمده بود که دوام این حکومت به صلاح نیست و باید یک حکومت موقت تشکیل شود. اما امروز این سیاسیون زیر فشار از آن عامه افکار نسل نو افغانستان به این نتیجه رسیدند که بحث ایجاد حکومت موقت درست نیست و به معنای فروپاشی نظام است. وحید عمر: رهایی زندانیان بیشتر طالبان به هیچ صورت توجیه پذیر نیست. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید که طالبان خشونت‌ها را در کشور افزایش دادند. با گزارش سپوتنیک وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک امروز چهارشنبه اول دلو گفت که رهایی زندانیان بیشتر طالبان به هیچ صورت توجیه پذیر نیست. او اعلام کرد که حکومت مخالف با رهایی زندانیان بیشتر طالبان است. او می افزاید که از همین رو رهایی زندانیان بیشتر طالبان به هیچ صورت توجیه پذیر نیست. این در حال است که به گفته منابع طالبان رهایی 7000 زندانی دیگری این گروه، بیرون شدن نام طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل و ایجاد حکومت اسلامی را برای پیشرفت در مذاکرات میان افغانان مهم دانستند. سالی طالبان به جای ادامه خشونت درباره زنده ماندن زندانیانشان فکر کنند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر با تهدید به ادامه زندانیان طالبان گفت که اگر خشونت ها ادامه یابد این گروه باید درباره زندانیانش مذاکره کند. با گزارش سپوتنیک امرالله سالی معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه اول دلف در صفحه فیسبوکش با اشاره به تشدید درگیری ها در کشور همزمان با جریان داشتن مذاکرات در قطر خطاب به طالبان تاکید کرده که برای پیشرفت مذاکرات صلح نیاز به اعتماد سازی است. معاون اول رئیس جمهور گفته است ما در برابر کشتار مردم خود بی تفاوت نبوده و بی تفاوت بوده نمی توانیم. حکنون شاید در اجندای طالب رهایی تروریستان از زندانهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل باشد. وی با تهدید مجدد به ادامه زندانیان طالبان گفت که اگر این گروه به کشتار مردم، اعضای جامعه مدنی و بمگذاری های کورکورانه ادامه دهد، طالبان باید درباره زنده ماندن زندانیانش مذاکره کند. صالح همچنین تصریح کرد که در صورت ادامه این حملات توسط طالبان نه آزادی زندانی ها بلکه زندگی زندانیان آنها شامل دستور کار خواهد گردید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این در واکنش به درخواست صالح برای اعدام زندانیان این گروه هشدار داده بود اگر زندانیان ما را اعدام کنند ما نیز راه‌های جایگزین را در دست داریم و پیش از این نیز با آنها نشان دادیم که اعدام چه بهایی دارد. وی با تحریک‌آمیز خواندن این اظهارات نیز گفته بود که صالح برای تخریب روند صلح تلاش می‌کند. وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عمومی و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان نیز صبح امروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد تا زمانی که نیت واقعی طالبان مبنی بر کاهش خشونت‌ها و تأمین صلح روشن نشود زندانیان این گروه آزاد نخواهد شد. محب وارد پکتیا شد. دفتر شورای امنیت ملی با نشر یک خبرنامه گفته است که عبدالله محب در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی صبح امروز به ولایت پکتیا رفت.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرنامه منتشره دفتر شورای امنیت ملی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امروز چهارشنبه اول دلف در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به ولایت پکتیا سفر کرده است. دفتر شورای امنیت ملی گفته که قرار است آقای محب در این سفر با والیان ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدان وردک، بامیان، غزنی، فرماندهان پلیس، رؤسای امنیت ملی، فرماندهان قلوردوی 203 تندر دیدار کند. مشاور امنیت ملی افزون بر ارزیابی وضعیت عمومی امنیت زون جنوب، نظارت بر تطبیق برنامه تعبیه قوت‌ها از دستاوردهای نیروهای امنیتی نیز قدردانی خواهد کرد. پیش از این مشاور امنیت ملی اشرف غنی برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت‌های شمالی و جنوبی به ولایت‌های بلخ و هلمند رفته و با مسئولان امنیتی این ولایات دیدار و درباره بهبود اوضاع امنیتی با آنان گفتگو کرده بود. به نقل از اشرف، طالبان نیز باید از تاریخ بیاموزند. پس از تکمیل شدن اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه گمان می رفت که جلسات آغاز شوند، اما تا اکنون دور دوم جلسات شروع نشده است. گفته می شود که طالبان برای شروع دور دوم مذاکرات تمایل نشان نمی دهند. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت به تازگی گفتند که طالبان در گفتگوهای غیر رسمی حرفهایی می زنند که نشانه آشکار افزونخواهی و عدم اعتقادشان به صلح است. از سوی دیگر برخلاف سالهای گذشته که در فصل زمستان جنگ کاهش می‌یافت، طالبان اما در زمستان امسال خشونت‌ها را افزایش دادند و در هفته جاری در 20 ولایت افغانستان جنگ ادامه داشت. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان یک هفته پس از زمان تعیین شده برای بازگشت اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف به دوحه رسید. سخنگوی وزارت دولت در امور سال در تازه ترین مورد گفته است که رئیسان هر دو هیئت شام روز دوشنبه دیدار داشتند و این دیدار برای توحید اجندا انجام یافته است. او اما تأکید کرده است که این دیدار موفقیت به همراه نداشته و علت آن نیز پیشنهاد آتش بس و کاهش خشونت از جانب هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بوده است که باید در صدر اجندا باشد. محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان در پی رهایی زندانیان خودند و تمایل به بس درباره آتش بس ندارند. او همچنان گفته است که طالبان به صلح همه شمول باور ندارند و تنها در پی تحقق خواستهای افزونخواهانه خودند. تأخیرها و بهانه جویی های طالبان نشان می دهد که این گروه هنوز از تاریخ چیزی نیاموخته است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.